دون آپالینار مسکوته که بازوی خود را به رمیدیوس داده بود، او را در طول خیابانی که با گل و حلقه های گل زینت شده بود، در میان صدای آتشبازی و موسیقی چند ارکستر همراهی کرد. رمیدیوس دستش را برای مردم تکان می داد و با لبخند از کسانی که از پنجره ها برایش آرزوی سعادت می کردند تشکر می کرد. آرلیانو کت و شلوار مشکی به تن کرده و همان چکمه های ورنی با قلاب فلزی را به پا داشت که چند سال بعد نیز در مقابل جوخه آتش پوشیده بود. هنگامی که در جلوی خانه دست عروس خود را گرفت و او را به طرف محراب برد، رنگ از چهرهش پریده بود و بغض گلویش را می فشرد. رفتار رمدیوس چنان طبیعی و عاقلانه بود که وقتی حلقه‌ای که آرلیانو می‌خواست به انگشت او بکند لیز خورد و به زمین افتاد، عکس‌العملی از خود نشان نداد. در میان زمزمه و حیرت مدعوین، همانطور دست خود را در دستکش توری بدون انگشت بالا آورد و انگشت خود را آنقدر آماده نگاه داشت تا نامزدش موفق شد حلقه را با چکمه خود از لیز خوردن تا دم در متوقف کند. و در حالی که از خجالت گوش تا گوش سرخ شده است، به طرف محراب برگردد. مادر و خواهران رمدیوس از ترس اینکه مبادا از بچه در حین مراسم عقد خلافی سر بزند، چنان زجر کشیده بودند که عاقبت خود آنها مرتکب عمل خلاف شدند و او را از زمین بلند کردند و بوسیدند. از آن روز به بعد احساس مسئولیت، مهربانی طبیعی و خودداری آرام رمدیوس بر همه عیان شد. خود او بود که بدون دستور کسی بهترین قسمت کیک عروسی را برید و کنار گذاشت تا با بشقاب و چنگال برای خود آرکادیا با اندیا ببرد. پیرمرد عظیم‌الجثه که رنگ روی خود را از ندیدن آفتاب و باران از دست داده بود، در حالی که به تنه درخت بسته شده بود، در زیر سایبان نخل روی نیمکتی چوبی کس کرده بود. از روی حق‌شناسی لبخندی به او زد و شیرینی را با دست در دهان گذاشت و زیر لب چیزهای نامفهومی زمزمه کرد. تنها کسی که در آن مراسم زیبا که تا سحر روز دوشنبه طول کشید غمگین بود، ربکا با اندیا بود. عروسی او بدون جشن مانده بود. بنابر تصمیم اورسولا قرار بود عروسی او نیز در همان روز جشن گرفته شود. ولی روز جمعه پیترو کرسپی نامه‌ای دریافت کرد که اطلاع می‌داد مادرش در بستر مرگ است. عروسی به تعویق افتاد. پیترو کرسپی یک ساعت پس از دریافت نامه به طرف مرکز استان به راه افتاد. ولی مادرش نیز درست در همان موقع در سفر بود و شنبه شب سر وقت وارد شد و در عروسی آرلیانو آهنگ غم‌انگیزی را که برای ازدواج پسر خود آماده کرده بود خواند. پیترو کرسپی نیمه شب یک شنبه پس از آنکه در راه 5 اسب عوض کرده بود تا خود را به موقع به عروسی خود برساند، پس از خاتمه مراسم ازدواج وارد شد. هرگز کسی نفهمید چه کسی آن نامه را نوشته است. با کتک‌های اورسولا، آمارنتا اشک ریزان در مقابل محرابی که نجارها هنوز مشغول جمع کردن آن بودند، سوگند خورد که بیگناه است. پدر روحانی نیکانور رینا که دون آپولینار مسکوته او را برای اجرای مراسم عقد کنان از آن طرف باتلاخ ها آورده بود، پیرمردی بود که از حق ناشناسی حرفه خود ملول و مغموم بود و پوست بدنش غم‌انگیز می نمود و تقریبا فقط روی استخوان‌ها کشیده شده بود. شکم برآمده و مدوری داشت. مثل یک فرشته پیر بیشتر ساده دل بود تا خوب. خیال داشت پس از انجام مراسم عقد کنان به کلیسای خود مراجعت کند، ولی از لجبازی و یک دندگی اهالی مکدوندو سخت حیرت کرده بود که بدون آن که فرزندان خود را غسل تعمید بدهند و بدون این که مراسم مذهبی را به جای بیاورند، در عین بی آبرویی در نیکبختی زندگی می کنند. با این فکر که هیچ سرزمینی به آن اندازه به عنایت الهی احتیاج ندارد، تصمیم گرفت یک هفته دیگر نیز در آنجا بماند. مردان و زنان را مسیحی کند، رفیق گرفتن را قانونی کند و برای مرده ها مراسم مذهبی انجام دهد.
ولی هیچ کس به او اعتنایی نکرد. در جوابش گفتند سال هاست بدون کشیش خودشان مستقیماً با خداوند کارهایشان را سر و صورت می دهند و گناه کبیره هم برایشان معنی و مفهومی ندارد. کشیش نیکانور از موعظه خوانی در هوای آزاد خسته شد و تصمیم گرفت مسئولیت ساختن کلیسایی را به عهده بگیرد که بزرگترین کلیسای جهان باشد. مجسمه قدیسان به اندازه طبیعی و پنجره هایی با شیشه های رنگین در دو طرف داشته باشد تا مردم از روم به آنجا بیایند و خداوند را در دیار کفار بشناسند. دوره افتاده بود و با یک بشقاب مسی گدایی می کرد. گرچه به او پول زیادی می دادند ولی باز هم بیشتر می خواست. چون کلیسا می بایست دارای زنگی باشد که صدای آن حتی مغروقین را هم به سطح آب بیاورد. آنقدر التماس کرد که صدایش گرفت. استخوان‌هایش شروع کردند به سر و صدا کردن. روز شنبه وقتی که حتی به اندازه مخارج ساختن درهای کلیسا هم پول جمع نکرده بود عاجز شد. در میدان محرابی ساخت و روز یک شنبه با نواختن زنگی مثل زمان طاعون بیخوابی اهالی را به انجام مراسم نماز دعوت کرد. عده‌ای از روی کنجکاوی، عده‌ای از روی دلتنگی و عده‌ای هم به خاطر اینکه خداوند را با بی‌تفاوتی که نسبت به نماینده‌اش دارند از خود برنجانند رفتند. ساعت 8 صبح نیمی از اهالی دهکده در میدان گرد آمده بودند. کشیش نیکانور با صدایی که از شدت التماس به زور از گلویش خارج می شد چند آیه از انجیل قرائت کرد. در خاتمه همانطور که جمعیت داشت متفرق می شد بازوان خود را از هم گشود و تقاضا کرد به او توجه کنند. گفت یک دقیقه صبر کنید. اکنون یکی از مظاهر انکار ناپذیر قدرت بی انتهای خداوند را مشاهده خواهید کرد. پسری که در مراسم نماز به او کمک کرده بود یک فنجان شکلات گرم غلیظ برای او آورد که از آن بخار بلند می شد. کشیش فنجان را لاجرعه سر کشید و با دستمالی که از آستین خود بیرون آورد دهان خود را پاک کرد. سپس بازوان خود را از هم گشود و چشمانش را بر هم گذاشت. آن وقت همه دیدند که پدر روحانی نیکانور به اندازه 12 سانتی‌متر از سطح زمین بلند شد. کرامت قانع کننده‌ای بود. چندین روز از خانه‌ای به خانه‌ای رفت و همانطور که پسرک پول جمع کرده و در کیسه می‌ریخت این آزمایش شکلاتی را انجام می‌داد. آنقدر پول جمع کرد که هنوز یک ماه نشده ساختمان کلیسا آغاز گردید. هیچ کس به مبدأ الهی آن نمایش شکی نبرد مگر خوزه آرکادیا بوئندیا که بدون آن که قیافش از تعجب تغییری بکند یک روز صبح به عده‌ای که دور درخت بلوط جمع شده بودند تا یک بار دیگر آن معجزه را تماشا کنند نگاه کرد. فقط روی نیمکت خود جا به جا شد و شانه هایش را بالا انداخت. پدر روحانی نیکانور با صندلی که رویش نشسته بود از زمین بلند شد. خوزه آرکادیا بوئندیا گفت خیلی ساده است. این مرد دارد چهارمین بود یعنی بیوزنی را اختراع می کند. کشیش نیکانور دست خود را بلند کرد و 4 عدد پایه صندلی با هم روی زمین نشست. گفت حرفم را پس می گیرم. این آزمایش بدون شک وجود خداوند را ثابت می کند. این چنین بود که فهمیدند آن زبان عجیب و غریبی که خوزه آرکادیا بوئندیا حرف می‌زد لاتین بوده است. از آنجایی که کشیش نیکانور تنها کسی بود که موفق شده بود با او ارتباط برقرار کند، فرصت را غنیمت شمرد تا وجود خداوند را به مغز گیج او فرو کند. هر روز بعد از ظهر کنار درخت بلوط می‌نشست و به زبان لاتین برای او موعظه می‌خواند. ولی خوزه آرکادیا بوئندیا با لجاجت هرچه تمامتر نمایش شکلات را برای وجود خدا قبول نداشت و تنها مدرک اثبات وجود خداوند را عکس انداختن از او می دانست. کشیش نیکانور برای او مدال‌های مذهبی، عکس و حتی تصویری باسمه‌ای از خرقه ورونیکا آورد.
ولی خوز آرکادیو با اندیا تمام آنها را به عنوان صنایع دستی که هیچ گونه منشأ علمی ندارند رد کرد. چنان متکبر و لجوج بود که عاقبت کشیش نیکانور دست از موعظه خانی خود کشید و از آن پس صرفاً از روی حس بشر دوستی به دیدن او می رفت. ولی این مرتبه خوز آرکادیا با اندیا بود که سعی داشت با حیله های منطقی خود کشیش را از راه بدر کند. یک بار کشیش نیکانور تخت نرد آورد تا کنار درخت بلوط بنشیند و با او بازی کند، ولی خوز آرکادیا با اندیا قبول نکرد. گفت که هرگز بازی را که هر دو حریف بر سر قوانین آن موافق باشند قبول ندارد. پدر روحانی نیکانور که هرگز درباره بازی تخت نرد چنین چیزی به فکرش نرسیده بود، دیگر موفق نشد دست به بازی تخت نرد بزند. چنان از هوش و حضور ذهن خوز آرکادیا بواندیا حیرت کرده بود که از او پرسید چطور شده او را به تنه درخت بستند. او جواب داد: برای اینکه دیوانه هستم، خیلی ساده است. از آن پس کشیش از ترس اینکه مبادا ایمان خود را از دست بدهد دیگر به دیدن او نرفت و تمام وقت خود را وقف ساختمان کلیسا کرد. ربکا حس می کرد که بار دیگر امید در قلبش رخنه می کند. آینده او بستگی به پایان ساختمان کلیسا داشت. یک شنبه روزی که کشیش نیکانور برای صرف نهار به منزل آنها آمده بود، همانطور که داشتند از زیبایی و ابهت مراسم مذهبی در کلیسا صحبت می کردند، آمارنتا گفت: خوشا به حال ربکا. و چون ربکا منظور او را درک نکرد، با لبخندی معصومانه منظور خود را واضح تر بیان کرد: تو با مراسم ازدواج خودت کلیسا را افتتاح خواهی کرد. ربکا هر گفته ای را به خود می گرفت. آنطور که ساختمان کلیسا داشت پیش می رفت تا 10 سال دیگر هم تمام نمی شد. کشیش نیکانور موافق نبود و می گفت که سخاوت روزافزون ایمان آورندگان او را نسبت به سرانجام یافتن ساختمان خوشبین و امیدوار کرده است. ربکا از شدت اوقات تلخی نتوانست حتی غذای خود را به پایان برساند. اورسولا عقیده آمارنتا را تصدیق کرد و مبلغ قابل ملاحظه‌ای برای تصریح در کار ساختمان به کشیش داد. کشیش معتقد بود اگر یک نفر دیگر همچنین مبلغی را به عنوان اعانه بپردازد، ساختمان کلیسا تا 3 سال دیگر تمام خواهد شد. از آن به بعد ربکا دیگر کلمه‌ای با آمارنتا حرف نزد. معتقد بود که گفته او چندان هم معصومانه نبوده است. همان شب وقتی با هم مشغول دعوا و مرافع بودند، آمارنتا گفت: از این بیازارتر کاری نمیتوانستم بکنم. با این حساب تا 3 سال دیگر تو را نخواهم کشت. ربکا کینه او را به دل گرفت. پیترو کرسپی از به تعویق افتادن مجدد ازدواج بی نهایت غمگین و افسرده خاطر شد. ولی ربکا صداقت خود را بار دیگر ثابت کرد و گفت: حاضرم هر وقت تو بخواهی با تو از اینجا فرار کنم. پیترو کرسپی مرد ماجراجویی نبود. مثل نامزد خود ناگهان تصمیمی نمی گرفت و احترام به قول را مانند ثروتی می دانست که نمی شد برباد فنا داد. آن وقت ربکا متوسل به حیله های شجاعانه تری شد. باد مرموزی چراغ‌های اتاق پذیرایی را خاموش کرد و اورسولا آن دو عاشق و معشوق را در حال بوسیدن در تاریکی غافلگیر می‌کرد. پیترو کرسپی توضیحات گنگی درباره جنس نامرغوب چراغ‌های جدید نفتی به او می‌داد و حتی در کار گذاشتن طریق مطمئن‌تری به او کمک می‌کرد. ولی باز یا مواد سوخت تمام می‌شد و یا فتیله می‌سوخت. وارسلا ربکا را می‌دید که روی زانوان نامزد خود نشسته است. عاقبت هیچ عذر و بهانه‌ای را قبول نکرد. کارهای آشپزخانه را به عهده زن سرخ‌پوست واگذار کرد و خود روی یک صندلی به مراقبت آن دو نشست تا نگذارد حیله‌هایی که حتی در جوانی خود او هم قدیمی شده بودند او را بفریبد. ربکا از دیدن اورسولا که روی صندلی دهن‌دره می‌کرد از روی شوخی می‌گفت:
بیچاره مامان، وقتی بمیره اون صندلی رو با خودش به برزخ خواهد برد. پیترو کرسپی پس از 3 ماه عشق تحت نظر، خسته از کندی پیشرفت ساختمان کلیسا که هر روز به بازرسی آن میرفت، تصمیم گرفت مبلغی را که برای اتمام ساختمان لازم بود در اختیار کشیش نیکانور بگذارد. آمارنتا صبر و حوصله را از دست نداد. هر روز بعد از ظهر دوستانش پیش او می آمدند. همگی در ایوان می نشستند و مشغول گل دوزی می شدند. در حین گفتگو با آنها نقشه های تازه‌ای در سر می پروراند. محاسبه غلط نقشه ای را که از همه موثرتر می دانست برباد داد. برداشتن گلوله های نفتالین که ربکا لابلای لباس عروسی خود ریخته و آن را در صندوقی در اتاق خواب گذاشته بود. وقتی 2 ماه به اتمام ساختمان کلیسا باقی مانده بود، این نقشه را عملی کرد. ولی ربکا بیتاب از نزدیک شدن عروسی خود تصمیم گرفت لباس عروسی را خیلی زودتر از آنچه آمارنتا پیش بینی می کرد آماده کند. وقتی صندوق را گشود، ابتدا ورقه های کاغذ و سپس ملافه ای را که برای حفاظت روی لباس کشیده بود عقب زد و متوجه شد که تور لباس، گلدوزی تور سر و حتی دست گل بهار نارنج را چنان بید خورده که تبدیل به گرد شده است. گرچه مطمئن بود 2 مشت نفتالین در صندوق ریخته، ولی حادثه چنان طبیعی رخ داده بود که جرأت نکرد آن را به گردن آمارنتا بیندازد. با وجودی که فقط 1 ماه به عروسی مانده بود، آمپارو مسکوته در عرض 1 هفته 1 لباس عروسی دیگر برای او دوخت. در 1 بعد از ظهر بارانی، وقتی آمپارو برای آخرین پروبه لباس عروسی ربکا با لوازم خیاطی به خانه آنها آمد، کم مونده بود آمارنتا نقش بر زمین شود. صدا در گلویش خفه شد و عرق سردی در طول ستون فقراتش پایین رفت. ماها بود از وحشت فرارسیدن آن لحظه بر خود لرزیده بود، چون اگر موفق نمی‌شد مانعی قطعی سر راه عروسی ربکا قرار دهد، وقتی تمام نقشه‌هایش نقش بر آب می‌شد، آن وقت شجاعت این را به دست می‌آورد تا او را با زهر بکشد. آن روز بعد از ظهر، همانطور که ربکا داشت از گرما هلاک می‌شد و آمپارو مسکوته با حوصله فراوان و با هزاران سنجاق لباس عروسی را به تن او پرو می کرد، آمارنتا چندین مرتبه سوزن گلدوزی را به جای پارچه در انگشت خود فرو کرد. وان وقت با خون سردی هولناکی تصمیم گرفت نقشه خود را در آخرین جمعه قبل از عروسی عملی کند و زهر را در قهوه ربکا بریزد. مانعی بزرگتر، چاره ناپذیرتر و به همان اندازه پیش بینی نشده بار دیگر اجباراً عروسی را به تأخیر انداخت. 1 هفته قبل از موعد تعیین شده برای ازدواج، رمدیوس کوچولو نیمه شب از خواب بیدار شد. مایه گرمی که در داخل شکمش ترکیده بود او را در خود غرق کرده بود. 3 روز بعد مسموم از خون خود، در حالی که 2 قلوهایش در شکم او خفه شده بودند، درگذشت. وجدان آمارنتا او را سخت دگرگون ساخت. با تمام قلب از خدا تقاضا کرده بود که واقعی وحشتناکی رخ دهد تا او مجبور نشود ربکا را مسموم کند. مرگ رمدیوس را تقصیر خود می دانست. واقعی که آن همه برایش دعا کرده بود این نبود. رمدیوس همراه خود نسیمی از شادی و سرور به آن خانه آورده بود. با شوهرش در اتاقی نزدیک کارگاه زندگی می کرد و اتاق را با عروسک ها و اسباب بازی های خود تزیین داده بود. نشاط و زنده‌دلی او از 4 دیوار اتاق گذشته بود و مثل نسیم خوش تندرستی به ایوان گل‌های بگونیا می رسید. با فرارسیدن سحر آواز می خواند. تنها کسی بود که جرأت می کرد که در نزاع ربکا و آمارنتا مداخله کند. با وظیفه مشکل نگهداری از خود آرکادیا با اندیا را هم او به عهده گرفته بود. برایش قضا می برد. به احتیاجات روزانه‌اش رسیدگی می‌کرد. او را با لیف و صابون می‌شست. شپش و رشک موی سر و رویش را می‌گرفت. از سایبان نخلی او مواظبت می‌کرد و در هوای طوفانی با کرباس روی آن را می‌پوشاند.
در آخرین ماه‌های عمرش موفق شده بود جملات لاتین او را نیز کم و بیش بفهمد. وقتی فرزند آرلیانو بوئندیا و پیلار ترنر را به دنیا آمد، او را با مراسمی خانوادگی غسل تعمید دادند و اسمش را آرلیانو خوزه گذاشتند. رمدیوس تصمیم گرفت بچه را به عنوان فرزند ارشد خود قبول کند. اورسولا از غریزه مادری او سخت متعجب شده بود. آرلیانو رمدیوس را مایه ی حیات خود می دانست. تمام روز در کارگاه مشغول بود. نزدیک ظهر رمدیوس برایش قهوه می برد که آن را تلخ و بدون شکر می نوشید. زن و شوهر هر شب به دیدن خانواده مسکوته می رفتند. آرلیانو با پدر زنش دومینو بازی می کرد و رمدیوس با خواهران خود وراجی کرده یا درباره موضوعاتی جدی تر با مادرش صحبت می کرد. همبستگی با خانواده بوئندیا قدرت دون آپولینار مسکوته را در دهکده پا بر جا کرد. پس از چندین سفر به مرکز استان دولت را وادار کرد تا در آنجا مدرسه‌ای بسازد و مدیریت آن را به عهده آرکادیو که علاقه به تدریس را از پدر بزرگ خود به ارث برده بود واگذار کند. و عاقبت موفق شد نیمی از اهالی دهکده را راضی کند تا خانه های خود را به خاطر جشن استقلال ملی آبی رنگ بزنند. به تقاضای کشیش نیکانور دستور داد میکده کاتارینو را به یک خیابان فرعی منتقل کنند و چند محل بدنام را در مرکز شهر تعطیل کرد. یک بار با 6 پاسبان مسلح به تفنگ وارد شد و نظم شهر را به عهده آنها واگذار کرد و هیچ کس به خاطرش نرسید که او قول داده بود اشخاص مسلح را در شهر نگاه ندارد. آرلیانو از لیاقت پدرزن خود احساس سربلندی می کرد. دوستانش به او می گفتند تو هم مثل او چاق خواهی شد، ولی زندگی خانه نشینی او که گونه هایش را برجسته کرده و جذابیت چشمانش را دوچندان ساخته بود نه به وزن او اضافه کرد و نه خصلت اخلاقی او را تغییر داد. در عوض وردخوانی در تنهایی و اراده راسخ خط باریک لبهایش را باریک تر کرد. خانوادهش چنان به او و رمدیوس علاقمند شده بودند که وقتی رمدیوس حاملگی خود را اعلام کرد، حتی ربکا و آمارنتا نیز به یکدیگر آتش بس دادند تا اگر بچه او پسر باشد برایش لباس صورتی رنگ ببافند. رمدیوس آخرین کسی بود که آرکادیو چند سال بعد در برابر سربازانی که می‌خواستند تیر بارانش کنند به خاطر آورد. اورسولا برای مرگ رمدیوس دستور عزاداری داد. درها و پنجره‌های خانه را بستند. به جز برای انجام کارهای ضروری هیچ کس به خانه وارد یا از آن خارج نمی شد. قدغن کرد هیچ کس تا یک سال با صدای بلند صحبت نکند و روی تصویر رمدیوس یک نوار اوریب سیاه رنگ کشید و آن را در جایی که بالای جسدش بیدار مانده بودند گذاشت. چراغی روغنی که دائم می سوخت در زیر آن قرار دادند. نسل‌های بعدی که هرگز نگذاشتند آن چرا خاموش شود، در مقابل آن دختر بچه که دامن چیندار پوشیده بود و پوتین‌های سپید به پا داشت و روبان ارگاندی به گیسوان خود بسته بود، غرق در حیرت می‌شدند و نمی‌توانستند خود را با تصویر یک مادر بزرگ معمولی وفق دهند. آمارنتا مسئولیت نگاهداری از آرلیانو خوزه را به عهده گرفت و او را به فرزندی قبول کرد تا در تنهایی او سهیم باشد و وجدانش را از زهری که التماس‌های بدون منظور او در قهوه زندگی رمدیوس ریخته بود خلاص کند. پیترو کرسپی طرف‌های غروب نوک پا وارد می‌شد. روبان سیاهی دور کلاه خود بسته بود. در نهایت سکوت ربکا را ملاقات می‌کرد. ربکا در لباس سیاه آستین بلندش گویی داشت تمام خون بدن خود را از دست می داد. آن دو چنان از تعیین تاریخ مجدد ازدواج غافل شده بودند که نامزدیشان تبدیل به رفت آمد ابدی گردید. عشق فرسوده ای شد که دیگر کسی نگرانش نبود.
گویان و شاقی که زمانی چراغ‌ها را خراب می‌کردند تا در تاریکی یکدیگر را ببوسند به کام مرگ رها شده بودند. ربکا که هدفی در زندگی خود نمی‌دید و امید خود را به کلی از دست داده بود، بار دیگر خاک خوری را از سر گرفت. دوره سوگواری آنقدر طولانی شده بود که دخترها بار دیگر گلدوزی را از سر گرفتند. یک روز ساعت 2 بعد از ظهر ناگهان یک نفر در خانه را فشار داد و داخل شد. در سکوت گرم و مرگبار پی خانه چنان با شدت لرزید که آمارنتا و دوستانش که در ایوان مشغول گلدوزی بودند، ربکا که در اتاق خواب داشت انگشت خود را میمکید، ارسلا که در آشپزخانه بود، آرلیانو که در کارگاه زرگری کار میکرد و حتی خوزار کادیو بوندیا که در زیر درخت بلوط تنها بود، تصور کردند که زلزله آمده است. مرد عظیم و جسه‌ای وارد خانه شده بود. با شانه‌های پهنش به سختی در قاب درها جا می‌گرفته بود. از گردنش که به کلفتی گردن گاو بود، مدال مریم چاره‌جو آویزان بود. سینه و بازوانش تماماً با خالکوبی عجیبی پوشیده شده بود. و روی مچ دست راستش علنگوی مسی تنگ فرزندان صلیب دیده می شد. پوست بدنش از نمک هوای آزاد سوخته بود. موهای سرش مثل موی پشت قاطر کوتاه بود. آرواره هایش چنان محکم بود که گویی از آهن ساخته شده. لبخند غمگینی بر گوشه لب داشت. کمربندش دو برابر قطر شکمبند اسب بود. چکمه‌های مهمیزدار پاشنه فلزی به پا داشت و به هر کجا پای می‌گذاشت گویی زلزله می‌آمد. همانطور که کیسه‌های پاره‌ای را به دنبال خود می‌کشید، از اتاق پذیرایی و ناهارخوری گذشت. مثل رعد و برق به ایوان گل‌های بگونیا رسید. آمارنتا و دوستانش که دست‌هایشان با سوزن در هوا خشک شده بود، گویی فلج شدند. با صدایی خسته گفت: سلام. کیسه ها را روی میز کار پرت کرد و به طرف در خانه رفت، به طرف ربکای مبهود که از اتاقش عبور او را دیده بود سلام کرد، به آرلیانو که هر پنج حس او گوش به زنگ بود و پشت میز زرگری نشسته بود گفت: سلام. پیش هیچ یک از آنها نماند. یک راست به آشپزخانه رفت و در آنجا برای اولین بار در انتهای سفری که از طرف دیگر دنیا آغاز کرده بود متوقف شد. گفت: سلام. ارسلا دهانش لحظه از تعجب باز ماند. به چشمان او نگریست و فریادی کشید. همانطور که اشک شوق می ریخت خود را به گردن او آویخت. خوزار کادیو بود. همانطور که فقیر از آنجا رفته بود، فقیر هم بازگشته بود. به طوری که ارسلا دو پزو برای کرایه اسب به او داد. زن اسپانیولی را به لهجه دریانوردان صحبت می کرد. وقتی از او سوال کردند در تمام این مدت کجا بوده است، در جواب گفت: این طرف و آن طرف. ننوی خود را در اتاقی که برایش در نظر گرفته بودند آویزان کرد و سه روز و سه شب خوابید. وقتی از خواب بیدار شد، پس از بالا انداختن 16 عدد تخم مرغ خام، یک راست به میکده کاتارینو رفت. هیکل عظیم او حس کنجکاوی و وحشت زنها را برانگیخته بود. دستور داد موسیقی بنوازند و همه را به مشروب میهمان کرد. شرط بست که یک تنه با 5 مرد مبارزه کند. وقتی متوجه شدند که حتی قادر نیستند بازوی او را هم تکان بدهند، گفتند: غیر ممکن است، چون او فرزندان صلیب دارد. کاتارینو که به حیله های جادویی زور و بازو اعتقادی نداشت، 12 پزو با او شرط بندی کرد که پیشخان را از جای خود تکان بدهد. خوزارکادیو پیشخان را از جای کند، آن را بالا برد، روی سر گذاشت و در خیابان زمین گذاشت. 12 نفر مرد آن را سر جایش برگرداندند. در بحبوهای سرمستی آلت خود را درآورد و روی پیشخوان
در معرض تماشای حضار گذاشت. آلت بزرگ او تماماً با جوهر قرمز و آبی به زبانهای مختلف خالکوبی شده بود. از زنهایی که با ولع به آلت او خیره شده بودند پرسید کدام یک حاضرند بیشتر پول بدهند؟